بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. در راه خدا انفاق کنید. این سوره بقره و آیه 195. در راه خدا انفاق کنید و هرگز خود را با دست خود به مهلکه نیندازید و نیکی کنید که خدا نیکوکاران را دوست می دارد. حج واجب و حج عمره را برای خدا به اتمام برسانید. هرگاه در محاصره دشمن قرار گرفتید، آنچه از قربانی فراهم شود قربانی کنید و موی سرتان را نتراشید تا قربانی به قربانگاه برسد. و اگر کسی از شما بیمار بود و یا ناراحتی در سر داشت و ناگزیر شد که موهای سر خود را اصلاح کند، باید به عوض آن روزه بگیرد یا صدقه دهد و یا گوسفندی را ذبح کند. و چون تأمین یافتید، حکم این است: کسانی که بعد از عمره حج را آغاز کنند، باید آنچه مقدر است قربانی کنند و هر کسی به علت تنگ دستی نتواند، باید 3 روز در ایام حج و 7 روز به هنگام بازگشت روزه بگیرد. این 10 روز کامل است. البته این حکم برای کسی است که خانه و خانواده او نزدیک مسجد الحرام نباشد. از خدا بترسید و بدانید که مجازات خدا بسیار سخت و شدید است. حج در ماه‌های معین است. کسانی که حج را بر خود فرض و واجب دانستند، باید بدانند که آمیزش با زنان و گناه کردن و جدال در حج به هیچ وجه جایز و روا نیست. هر عمل نیکی که انجام دهید، خدا از آن آگاه است و توشه برگیرید که بهترین توشه همانا پرهیز کاری است. ای صاحبان عقل و بصیرت، از من بترسید. خداوند می‌فرماید: گناهی بر شما نیست که به هنگام حج از فضل و بخشش پروردگارتان بهره بگیرید. هنگامی که از عرفات کوچ کردید، خدا در نزدیک کوه مشعل الحرام یاد کنید. ببخشید، به این صورت: خدا را در نزدیک کوه مشعل الحرام یاد کنید. او را یاد کنید که شما را هدایت فرمود، در حالی که پیش از آن در گمراهی بودید. سپس از همانجا که مردم کوچ می کنند کوچ کنید و از خدا طلب آمرزش نمایید. البته خدا آمرزنده مهربان است. هنگامی که عبادت حج خود را به پایان رساندید، خدا را یاد کنید، همانند یاد کردن پدران خود، بلکه از آن هم بیشتر. منظورشون در رابطه با ذکر بوده. از مردم کسانی هستند که میگویند: پروردگارا، برای ما در دنیا نیکی عطا فرما، و آخرت را فراموش می نمایند. برای آنها در آخرت بهره و نصیبی نخواهد بود. و گروهی از آنان میگویند: پروردگارا، برای ما در دنیا و در آخرت نیکی عطا فرما و ما را
از عذاب آتش محفوظ بدار. آنان از آنچه کسب کرده اند بهره وافر دارند. خدا بسیار سریع الحساب است. خدا را در روزهای معینی در مراسم حج یاد کنید و هر کس شتاب ورزد و ذکر خدا را در دو روز انجام دهد بر او گناهی نیست و کسی هم که تأخیر کند در سه روز انجام دهد بر او گناهی نیست، البته در صورتی که از پرهیز کاران باشد. از خدا بترسید و بدانید که همه شما به سوی او محشور خواهید شد. بعضی از مردم هستند که ظاهر گفتار آنان آنچنان جالب توجه است که در زندگی دنیا تو را به تعجب وامی دارد و خدا را نیز بر آنچه در دل نهان دارند گواه می گیرند و سوگند می خورند که ظاهر و باطنشان یکیست، در صورتی که آنان سرسخت ترین دشمنان اسلام هستند. هنگامی که روی بر می گردانند و از پیش تو می روند برای ایجاد فساد در روی زمین تلاش می کنند، زراعت و نسل انسان را از بین می برند. خدا هرگز فساد و فسادکاران را دوست نمی دارد. وقتی که به آنان می گویند از خدا بترسید، تکبر و غرور آنها را به گناه و عصیان وامی دارد. دوزخ برای آنان کافی است که سرانجام بسیار بدی است. بعضی از مردم جان خود را برای رضای خدا فدا می کنند و خدا بر بندگان خیش همواره مهربان است. ای کسانی که ایمان آورده اید، همگی به صلح و صفا درآیید و هرگز از گام‌های خطرناک شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شماست و هرگاه بعد از این همه دلایل باز مرتکب لغزش شدید و از شیطان پیروی کردید، بدانید که خدا توانای با حکمت است و نمی توانید از مجازات او رهایی یابید. آیا مشرکان انتظار دارند که خدا و فرشتگان در سایه ابرها به سوی آنها بیایند و کار خاتمه یابد، در حالی که رجوع تمام کارها به سوی خداست؟ از بنی اسرائیل بپرس چقدر نشانه های روشن برای آنان عطا کردیم و آنان کفران نعمت کردند. کسی که نعمت خدا را پس از آنکه به او داده شد دگرگون سازد، گرفتار عذاب شدید خدا خواهد شد. مسلماً مجازات خدا بسیار سخت و شدید است. زندگی دنیا در نظر کافران و خدا ناباوران بسیار زیبا جلوه‌گر شده و با علاقه مفرطی که به مادیات دارند، مؤمنان تهی‌دست را مورد تمسخر قرار می‌دهند، در صورتی که روز قیامت مؤمنان پرهیزکار برتر از آنها هستند و خدا برای هر کسی که بخواهد
روزی بیشمار به او ببخشد. نخست مردم امت واحدی بودند. خدا پیامبرانی را برای بشارت نیکوکاران و ترسانیدن گناهکاران فرستاد و به حق کتابهایی بر آنان نازل کرد تا در میان مردم در مورد آنچه اختلاف داشتند حکم و قضاوت کنند. درباره پیامبران و کتب آسمانی کسی اختلاف ایجاد نکرد مگر دارندگان این کتاب ها، علمای قوم یهود که با وجود دلایل روشن از روی حسادت و به خاطر انحراف از حق و ستمگری در آن اختلاف کردند. لیکن خدا با خواست خود کسانی را که ایمان آورده بودند به حقیقت آنچه مورد اختلاف بود رهنمود ساخت. البته خدا هر کسی را که بخواهد به راه راست هدایت می نماید. آیا چنین گمان بردید؟ به سادگی داخل بهشت خواهید شد؟ بدون آنکه پیش آمد ناگواری جهت آزمایش همانند پیش آمد گذشتگان به شما برسد، قحطی و بیماری و سختی که به آنان رسید آنچنان پریشان گشتند که پیامبر و کسانی که با او ایمان آورده بودند گفتند پس یاری خدا کجاست؟ خطاب شد آگاه باشید که یاری خدا نزدیک است و از تو سؤال می کنند که چه چیز انفاق کنند. بگو هر مال نیک و مرغوبی که می بخشید باید برای پدر، مادر و خیشان و یتیمان و بینوایان و مسافران تهیدست باشد. هر گونه عمل نیک انجام می دهید خدا از آن آگاه است. جنگ بر شما واجب گشت ولیکن شما از آن اکراه دارید. چه بسا چیزی را خوش ندارید که خیر و صلاح شما در آن است و چه بسا چیزی را دوست دارید که آن به ضرر و زیان شماست. خدا صلاح شما را می داند و شما نمی دانید. از تو درباره جنگ در ماه حرام می پرسند. بگو جنگ کردن در آن ماه گناهی است بزرگ، ولی جلوگیری کردن از راه خدا و کفر ورزیدن به آیات خدا و عدم رعایت احترام مسجد الحرام و ساکنان و اخراج ساکنان آن در پیشگاه خدا گناهی است از آن